سلام من صادق دهقانی هستم و قراره با کاملترین دوره آموزش گزارشگیری با ابزار استیمول صاف با یسی دات نت کور در ایران کنارتون باشم توی این دوره صفر تا صد ساخت گزارش هرفهی پویا و ران تایم رو در قالب پروژه عملی با هم پیش میبریم این دوره کاملترین و بهترین دوره آموزش گزارش سازی ی داینامیک در ایرانه در آینده هم تو همین جایگاه خواهد موند چون ما در لرن فایز قبل از تولید این دوره تمامی منابع بینالمللی و داخلی رو به دقت و سختگیرانه بررسی کردیم بعد از ساعتها آنالیز کمی و کیفی این آموزشا بهترین و جامع ترین است و مباحث تو ایران با بهترین روش تدریس برای این دوره در نظر گرفتیم پس این دوره در حال حاضر بهترین دوره ایرانه حالا چرا در آینده هم میگیم به عنوان بهترین دوره باقی میمونه چون این دوره هم به صورت مداوم و به درخواست شما دانشجویان عزیز و یا سوالاتتون با مباحث مختلف به روز آپدیت میشه و ما هم به صورت مداوم در حال آنالیز دوره های مشابه داخلی و خارجی هستیم و به روز رسانی های مختلف رو ارائه میکنیم تا جایگاه بهترین و کاملترین رو برای همیشه حفظ کنیم پس از شما دعوت میکنم بریم سرفصل های بهترین دوره گزاره سازی استیمول ساف با ایستادت کور در ایران رو با هم خیلی سریع مرور کنیم خب در ابتدای کار ما یک مقدمه و معرفی از ابزار گزارشگیری استیمول ساف داریم سپس نصب و کرک دیزاینر استیمول ساف روی سیستم های ویندوزی داریم بعد نحوه استفاده از کتابخونه استیمول ساف رو در ایستادت کور 8 رو داریم ایجاد گزارش خام توی دیزاینر رو بهتون یاد میدیم قسمت ها و منوهای مختلف دیزاینر استیمول سافت رو براتون بیان میکنیم همینطور باند های گزارش گیری رو اهم از باند پیج, پیج هدر، پیج فوتر، دیتا فوتر، پیج سامری و الاخر و هم و کاملا همه کامپوننت ها رو براتون توضیح میدیم و در آخر هم یک پیشنمایشی از همه این صحبت ها که کردیم با هم دیگه داریم و در ادامه کار نحوه که چگونه بتونیم به بانک اطلاعاتی SQL سرور متصل بشیم و توی اون گزارش بگیریم رو خدمتتون بیان میکنم سپس سراغ جدول بانک اطلاعاتی مون میریم و تغییرات ظاهری گزارش مثل حل مشکل تنظیم ارتفاع دیتا ها آشنایی با سیستم وریبل ها آشنایی با توابع سیستمی مثل کاونت مثل اوریج مثل سام همچنین کار و تنظیمات با بحث خود تنظیم صفحه انداختن واتر پشت پس زمینه نحوه ایجاد ارتباط بین جداول که خیلی مهمه و اصلا مهمتر بحث ساخت گزارش های مستر دیتیل مونه و بعد از این میریم سراغ کار عملیمون و ساخت اولین پروژه وی سی با کتابخانه یا ابزار استیمول سافت یه تغییر روی قالب و HTML پروژه میدیم شروع میکنیم ارتباط گرفتن با استیمول سافت و اس دات نت کور فایل های جیسون و اگزمل رو به پروژمون اضافه میکنیم و از طریق بیزینس آبجکت ها میتونیم ارتباطمون رو برقرار کنیم با گزارش سازمون توی گام بعدی که خیلی مهمه برای ما حل مشکل نسخه تریال به نسخه تجاری و استفاده نامحدوده از کتابخانه سیمول سافت بارگذاری فایل های فرمت اگزمل رو داریم بعد به شما آموزش میدیم که چجوری بتونیم یک دیزاینر لایوی رو داشته باشیم و بتونیم به کاربرمون اجازه بدیم که به صورت لحظه ای و آنلاین به طور گزارشش رو از لحاظ دیزاینی هر جو که خودش دوست داره آماده بکنه سپس وارد مرحله میشیم که بخوایم از ای اف استفاده بکنیم پس پکیج های مربوط به ای اف رو توی اس دات نتون بتون میگیم که باید چه کار بکنیم سراغ ساخت دیتا سورس به وسیله بیزنس آبجکت ها میریم کلاس های مربوط به برنامه یا پروژمون که پروداکت و پروداکت کتگوری هست را ایجاد میکنیم دیتا بیس دی بی کانتکس را ایجاد میکنیم متود ها اون رو با تاجر دستورات لینک ارسال میکنیم و در نهایت داده هم رو توی استیمول سافت دیزاینر یا ویور خود استیمول سافت به نمایش میذاریم که در حقیقت کار با سی آی نت کور وی رو هم براتون میگیم بعد نحوه و ذخیره این که چجوری بتونیم گزارشمون رو که طراحی کردیم رو سیو کنیم اون رو هم خدمتتون بیان میکنم و در مرحله بعدی میریم سراغ گزارش سازی ران تایم خودمون که یکی از جذاب ترین قسمت های این گزارش به نظر من که واقعا هنوز آموزش خوبی براش ساخته نشده بحث ساخت گزارش ران تایم یا پویا هست در زبان دات نت کور که ما این رو به وسیله یک اه، اه، کار ایجکسی انجام میدیم از طریق فرم اچ تی ام داده هامون رو به صورت ایجکس به سمت سرور میفرستیم و اونجا روش بررسی ها انجام میشه و فایل امارتیمون ساخته میشه و در نهایت به صورت پی دی اف به کاربر نشون میدیم اما وابسته به کلاس هایی که ما اونجا میسازیم خود نوع کاغذمون و جهت کاغذمون رو به صورت داینامیک و از طریق کاربر ارسال میکنیم استفاده میکنیم از پلاگین های بسیار پرکاربرد بلاک یو آی و سورتیبل جی اس و خب فونت پیشورزی رو براشون برای گزارشمون تعریف میکنیم و هدرها و دیتامون رو ران تایم ایجاد میکنیم و داخل اون انامین رو به صورت تکس قرار میدیم و شماره سطر رو به صورت حالا از پیش تعریف شده قرار میدیم راستشین کردن تمام تکس ها و ستون های گزارشمون رو انجام میدیم و در نهایت یک قسمت مدیریت هم برای لیست محصولاتمون برای که بتونید محصول رو اضافه بکنیم به سیستممون یا به نرم افزارمون رو آموزش میدیم و در مورد صحبت میکنیم و توی قسمت آخر دو تا کار خیلی مهمی که باید انجام میدیم یکی مرتب داینامیک که از سمت کار بر انجام میشه و یکی هم بحث فیلتر گذاری روی دیتا هاست که این رو هم از سمت کلاینت به سمت سرور ارسال میکنیم و توی این در حقیقت گزارش رانتاینمون چیزی که خیلی برامون مهمه اینه که ترتیب سطرها و اندازه هر سطر رو ما توی این گزارش در اختیار کاربرمون قرار میدیم و خودش میتونه بر اساس درصد بیاد و پهنای هر کدوم از ستونها رو توی گزارش تغییر بده و جاهاشون رو هم تغییر بده و انتخاب کنه چند تا از این سطرها قراره توی گزارش براش نشون داده بشه پس یک گزارش کاملا داینامیک و پویا داریم در آخر چیزی که باید اشاره کنم در آخرین جلسه ما پابلش پروژه و یک نکته خیلی مهم رو برای کاربرا اینه که چجوری بتونیم از نسخه کرک شده روی هاستمون استفاده کنیم که در آخر به این نکته هم اشاره کنیم خب توی این دوره از منابع حرفه‌ای مختلفی استفاده کردم که حالا چند تا از مهمترین هاشون رو که اینجا نوشتم براتون مثل استیمول سافت، کتاب، گوگل و یوتیوب استفاده کردیم دوست من بزن بریم تا اولین جلسه آموزش رو با همدیگه ببینیم و لذت ببریم مطمئن نه بعد از این دوره خیلی از چیزها از ساخت یک گزارش کامل و حرفه‌ای دستت میاد و توی تمام پروژه های آینده از اونا استفاده میکنی